سلام شاگردای عزیز، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ امید کنم اگه شما صحتمند باشین، درس روز گذشته را خوانده باشین و کار خانگی مربوطش هم انجام داده باشین و امروز آماده به درس جدید باشین. درس روز گذشته من به یاد شما است که ما شما خوانده بودیم که دو خط موازی در صورتی که زوایای متبادلی داخلی با هم چی باشن؟ با هم مساوی باشن. هم زوایای متبادلی داخلی و هم زوایای متبادلی خارجی. ما شما خلاصی را گفته بودیم که اگر دو خط توسط قاطع قطع شود، در صورتی که زوایای متبادلی مساوی بسازند، این دو خط با هم چی بودن؟ موازی بودن. درس امروزی که ما شما البته خدمت شما پیشکش میکنم، این درس ما شما است زوایای متوافقه که البته صفحات 163 و 164 در بر میگیره. هدفی که ما شما در این درس داریم، تا ختم درس عزیز شما سه ماده که ما برای شما نوشته کردیم باید شما این را فرا بگیریم. یک، زوایای متوافقه را باید بشناسین. شرط تساوی زوایای متوافقه را باید بدانین و همچنان زوایای متوافقه را در شکل نشان داده بتانین. بسیار ساده و بسیط است. عزیزان، برای شما گفته بودم که شما درسی که من بعدا میتونم اسمش را برای شما ذکر کرده بودم، موضوعش گفته بودم یک مرتبه شما مرور کنین. حالا من یک تصویر برای شما نشان میتونم، شما ببینید در این تصویر که شما وقتی مطالعه کردین از چی برداشت کرده میتونین، نتیجه این تصویرها چی است. اول اینه ببینید، شما در این برگ نبات است، یک برگ نبات بر شما آوردیم. در اینجا شما چی نمیبینین عزیزا؟ بسیار خوب میبینین شما که در این برگ نبات به این شکل رگه های فرعی، ببینین اینه تو رگه ها وجود داره در اینجا، به طرف یک طرفه این رگه عمومی و همچنان این رگه ها را شما مطالعه کنین. در اینجا شما چی برداشت میکنین؟ ولی عزیزا بسیار خوب، یعنی که در اینجا اینمی رگه ها با این رگه عمومی که یاره قطع کرده زوایای چی را میسازن؟ زوایای متوافقه را میسازن. یعنی ببینین اینی زاویه با این زاویه با این زاویه و با اینی زاویه قرار متوافقه با هم چی هستن؟ مساوی هستن. به خاطر اینکه این رگه ها با هم موازی است و توسط اینی رگه بزرگ چه شده؟ قطع شده. به این طرف میایم ببینیم این رگه ها با این رگه و همچنان با این رگه با هم چی هستن؟ موازی هستن و زاویه که تشکیل میشه این زاویه با اینی زاویه و با این زاویه قرار چی با هم مساوی هستن؟ قرار متوافقه. بسیار خوب، رسم بعدی شما شما میبینید، ببینید یک دروازه باغچه است. این دروازه باغچه متشکل از خطوط افقی، ببینید خطوط افقی و خطوط عمودی است. به خاطر استحکام این دروازه یک خط مایل استحکامی برش دادن به این شکل. اجزا در اینجا شما زوایایی را که میبینید اجزا در این دروازه، یک زاویش از A B البته C D E M و L T N یا چی رابطه دارن با هم؟ بله حتما شما این را مطالعه کردین، دیدین که این خطوط با هم موازی هستن، خطوط افقی و توسط قاطع قطع شدن. در این جهت زوایا با هم چی هستن؟ تمام عرصه زاویه با هم مساوی هستن، قرار چی؟ قرار متوافقه. بسیار خوب، شاید شما فکر کنین تنها ما برای شما در برگ و در باغچه نشان دادم. ببینین که دیگه مکاتب هم البته عین میتودی را که ما شما استفاده کردیم دیگه شاگردا هم از استفاده میکنن. ببینین در این تصویر که البته شاگردا را به سیر علمی آوردن به خاطر از اینکه بتانن ببینن زوایا را در طبیعت مطالعه کنن و ببینن. و همچنان در این تصویر شما میبینین که استاد محترم توسط برگایی که ما شما نشان دادیم، اینا هم توسط برگه ها چی میکنن؟ زوایای متوافقه را بر شاگردای خود تشریح میکنن. حالا در این بخش بر شما کتاب درسی شما هم یک موضوع را بر شما پیشکش کرده، ما را بر شما به حساب نشان میتم. شما ببینین که در این تصویر شما چی را میبینین و باز هم شما ابراز نظر کنین. به این تصویر ببینین زوایای متوافقه در شکل AB موازی با CD است و خط EF این دو خط را قطع کرده است. زوایای 4 و 8، 2 و 6، 7 و 3 و 1 و 5 را به نام زوایای متوافقه یاد میکنند. آیا این زوایا با هم مساوی هستند؟ بله حتما مساوی هستند، به خاطر که شما در برگ هم دیدین، در دروازه باغچه هم دیدین.
و در این جمع شما میبینید که این زوایا با هم مساوی هستند. ما به خاطر اینکه مطلب درست درک کرده باشه نزدم ما بر شما در این چارت رسم کردیم، به خاطر اینکه شما بسیار بهتر موضوع را درک کنین، ما همه ایا را برای چارت بر شما چی میکنم نوشته میکنم. ببینید نزدم زوایای متوافقه مثل که شما در کتاب شما در مطالعه کردین دیدین، خط ای بی با سی دی موازی است، یک قاطع ای اف ای را قطع کرده. در اینجا شما میبینین 8 زاویه تشکیل شده، 1 2 3 4 5 6 7 8. در اینجا زوایایی که با هم متوافق هستن ما بر شما نشان میدم و تشریح میکنم. ببینین اول زاویه یک مساوی با زاویه 5 است، نوشته میکنم زاویه یک مساوی با زاویه 5. خوب دقیق باشین که زوایای متوافقه به یک طرف خط قاطع ایجاد میشن، یک و 5 به طرف چپ خط قاطع ای اف واقع هستن، در یکیش ببینین خارجی است، دومیش چی هستن؟ داخلی است. خوب دقیق باشین عزیزا که دیگه زوایا رو نوشته میکنم، حتما باید شما خوب در این مورد مشق کنیم ببینین که با چه ترتیب زوایای متوافقه با هم تشخیص میشن. اول زاویه 2 رو میبینین، ببینین زاویه 2 مساوی با کدام زاویه باشه؟ این زاویه خارجی است، زاویه دیگه چی هستن؟ داخلی، مساوی با زاویه 6 باید باشه. ببینین زاویه 2 و 6 یک زاویه 2 بعد خارجی است و زاویه 6 داخلی است و با یک طرف خط قاطع واقع هستن. میبینیم بعد دیگه زاویه، زاویه 4 مساوی با زاویه 8 است، نوشته میکنم که زاویه 4 مساوی با زاویه 8. میبینین زاویه 4 داخلی است و زاویه 8 خارجی است و با یک طرف قاطع قرار دارن، با طرف چپ خط قاطع. و همچنان زاویه 3 مساوی با زاویه چند باید باشه؟ زاویه 8. پس در اینجا هم 3 و 8 با طرف راست قاطع قرار دارن، یک زاویه ما شما، سه ما شما داخلی است و هفت ما چی هستن؟ خارجی است. امید که خوب تشخیص کرده باشین زوایای متوافقه را. میرسیم در مثال البته بعدی ما شما که در اینجا ببینین، اگر دو خط توسط یک قاطع طوری قطع شود که زوایای متوافقه مساوی را بسازند، این دو خط با هم موازی اند. عزیزا ببینین این در خط معکوس گپ بعدی ماست، اگر دو خط توسط یک قاطع قطع شود زوایای متوافقه مساوی را میسازند. و در اینجا گفته اگر دو خط توسط یک قاطع طوری قطع شود که زوایای متوافقه مساوی را بسازند، این دو خط با هم چی هستند؟ موازی هستند. این را ما شما چی میکنیم؟ ثبوت میکنیم. ببینید عزیزا برای ثبوت از این در فرضیه برای شما گفته که زاویه 2 مساوی به زاویه 6 است، زاویه 2 مساوی به زاویه 6، البته قرار فرضیه که بر شما داده، این زاویه 2 و 6 با هم چه ارتباط دارن؟ از متوافق هستن. بله زاویه 2 یک طرف خط قاطع قرار داره، 2 و 6 2 خارجی و 6 چی هستن؟ داخلی. آره ببینید عزیزا به خاطر ثبوت قضیه نوشته میکنم که همچنان زاویه 2 مساوی به زاویه چند است؟ به زاویه 4. قرار چی باید با هم مساوی باشن؟ قرار متقابل برعکس، 2 و 4 قرار متقابل برعکس با هم مساوی است، نوشته میکنم قرار متقابل برعکس. بسیار عالی. ببینید نیزا طرف چپ مساوات با هم مساوی است، یام زاویه 2 یام زاویه 2، طرف راست مساوات ما شما مختلف است، یعنی زاویه 6 است یام زاویه 4 است. هرگاه در ریاضیات طرف چپ یا راست مساوات مساوی باشه، طرف دیگه حتما با هم مساوی می باشه. در نتیجه یعنی 2 که مساوی با 6 است و یام 2 مساوی با 4 است، باید 4 مساوی با چی باشن؟ 6 مساوی با 4 باشن. نوشته میکنیم که زاویه 4 مساوی با زاویه 6 باشه. یعنی ببینید به این معنایی که اگر احمدام 100 افغانی داشته باشه و محمود هم 100 افغانی داشته باشه، پس عین مسئله است. این دو با هم طرف چپ مساوی بود، طرف راست خود به خود مساوی شد. این طرف ببینید طرف راست ما شما 100 افغانی 100 افغانی مساوی است، طرف چپ ما شما احمد محمود است، پس مقدارهای احمد محمود با هم چی باشن؟ باید مساوی باشه. بسیار خوب. خب حالا میبینیم وقتی که 4 مساوی به 6 باشه، در تصویر میبینیم 4 مساوی به 6 باشه، 4 مساوی به 6 قرار چی با هم مساوی بود؟ بله درس گذشته ما شما بود قرار متبادله داخلی، نوشته میکنم در اینجا که این قرار
متبادله داخلی با هم چی هستن؟ مساوی هستن. خب وقتی که چهار مساوی باشه قرار متبادله داخلی مساوی باشن، پس باید حتما چی باشه؟ باید خط ای بی مساوی با چی موازی با چی باشد؟ با سی دی باید باشه. با دلیل از اینکه ما شما درس قبلی ما بود که دو خط توسط یک قاطع قطع شوه که زوایای متبادله مساوی را بسازن، او دو خط با هم چی هستن؟ مساوی است. خب اینجا دیدیم چهار مساوی باشه از قرار متبادله، پس باید ای بی موازی با چی باشه؟ سی دی. نوشته میکنیم که قطع خط ای بی موازی با چی است؟ موازی با سی دی. بسیار این بود مثالی که بر شما ثبوت کردم. حالا اذا بر شما یک فعالیت هم بگذاریم، به خاطر شما به حقانیت موضوع پی ببرین، یک فعالیت کتاب شما بر شما داده، این فعالیت در خط شما چی کنین؟ پیش خود کار بکنین. در این فعالیت البته ما بر شما نشان میتونم ببینیم فعالیت شکل مقابل را در نظر بگیرید، چهار طرف شکل را توسط قیچی ببرید، سپس محل نقطه چین را جدا کنید. حال قطع خط سی دی را برای قطع خط ای بی قرار دهید تا ام روی این قرار گیرد. درباره زوایای 1 تا 8 چه میتوان گفت؟ عزیزا ببینید شما اینمی تصویر از اینجا که نقطه نقطه داده، ببینید عزیزا اینم ترتیب، این از اینمی شما را قیچی کنین میگه و اینمی را بگیرین خط سی دی را بالای ای بی قرار بدین. میگه شما ببینید که آیا می زوایا با هم مساوی میشن، یعنی با زاویه 1 مساوی با 5 باید شوه، 2 مساوی با زاویه 6 شوه، به می ترتیب که من برای شما در تصویر نشان دادم، تمام از اینا با هم چه باشن؟ انطباق پذیر باشن. شما عقلانیت این موضوع را که مکار کردم، بله در اینجا اینمی را شما در این تصویر میبینید. بسیار خوب، حال ما و شما یک مثال دیگه را کار میکنیم به خاطر از اینکه موضوع را بسیار درست درک کرده باشین. مثال اول ببینین عزیزا، گفته در شکل بسیار ساده است H مساوی با P است، یعنی ببینین H مساوی با P یعنی قرار متوافقه با هم مساوی است، B مساوی با J است زاویش. ببینین در اینجا زاویه B مساوی با زاویه J، قرار چی با هم مساوی است؟ متوافقه. قبلا ما شما کار کردیم همین لحظه پیشتر. خب اگر این دو زاویه با هم مساوی هستن، پس کدام خط با هم باید موازی باشن؟ بله ما شما میفهمیم که ای بی باید با سی دی چی باشن؟ باید موازی باشن. و باز گفته اگر ام مساوی با او باشه، یعنی اینی زاویه ببینید عزیزا، ام مساوی با او قرار متوافقه با هم مساوی هستن و ان مساوی با پی باشن، این هم قرار متوافقه با هم مساوی است، پس در این صورت کدام دو خط باید موازی باشن با هم؟ بله میفهمیم در این صورت باید خط دی یک با دی دو چه باشن؟ موازی باشن. این مثالی بود که من برای البته تصویر برای شما نشان دادم. آل عزیزا در این جهه یک موضوع دیگر تذکر داده که باید زوایای همجهت که اعضایشان با هم همجهت باشن با هم چه رابطه دارن و زوایای با هم اعضایشان موازی و مختلف جهت باشن با هم چه ارتباط دارن. این را فقط ما برای تخته برای شما، البته چارتا را پس میکنم، این مثال را برای تخته برای شما نوشته میکنم و ما شما میپردازیم به ارتباطات از این که چه با هم رابطه دارن. خب ما رسما را برای شما در اینجا ترسیم کردیم، آل با در نظر داشت از ما برای شما جریان چی میکنم موضوع را تشریح میکنم. چه قسم ببینید عزیزا، دو زاویه داریم در اینجا، یکی زاویه ABC و دیگه زاویه DEF است. گفته در اینجا که AB با DE از دوشون با هم چی هستن؟ موازی و هم جهت است. نوشته میکنم ببین عزیزا، ضلع AB موازی با چی هستن؟ DE و یا چی هستن؟ هم جهت هستن. ببینید جهت ها رو برای شما دادیم، جهت از یام به طرف بالا است یام به طرف بالا، نوشته میکنم یا چی هستن؟ هم موازی است و هم جهت. در خب یک ضلع گرفتیم عزیزا که AB و دی ای بودن، حالا میبینیم زل بی سی را، یعنی زل بی سی موازی با کدام زل هستن؟ با ای اف، با ای اف هم موازی هستن ببینین و هم چی هستن؟ هم جهت هستن. یا هم نوشته میکنم هم جهت. حالا برای ما شما گفتن که شما ثبوت کنین که زاویه یک مساوی با سه است، وقتی که ما شما ایده ثبوت کنیم چی میکنیم؟ از لای ای دی را و بی سی را امتداد میتیم. ببینین وقتی که ما یارا امتداد دادتم به این ترتیب،
امتداد از این توسط نقطه نقطه برای شما میگذارم که با زوایای اصلی با اضلاع مساوی اضلاع اصلی فرق شوه. ببینید به این ترتیب ایر امتداد میتم و همچنان زل دی ایره هم امتداد میتم با این شکل که اگر منظمتر موزونتر بیاییم با این شکل. ببینید عزیزان وقتی که امتداد داریم اینجا یک زاویه تشکیل میشه، اینمی زاویه که دیگه تشکیل میشه اینمی رو من زاویه چی نام میگذارم؟ زاویه دو. آل ثبوت از این بسیار ساده میشه. ببینید عزیزان شما درس خواندین مطالعه کردین زاویه متوافقه را، آل شما برای ما بگوین که زاویه یک مساوی میشه با زاویه دو، قرار چی با هم مساوی است؟ بیشتر خواندیم قرار متوافقه نوشته میکنم زاویه یک مساوی با زاویه دو قرار متوافقه. همچنان زاویه سه مساوی با زاویه دو قرار چی؟ یا قرار متوافقه نوشته میکنم زاویه سه ای هم مساوی با زاویه دو ای هم قرار متوافقه با هم مساوی هستند. وقتی که هر دوی از یا باز طرف ببینید طرف راست مساوات ما شما زاویه دو قرار دارد، طرف چپ ما شما یک باسه. وقتی که طرف راست با هم مساوی باشه طرف چپ خود به خود با هم چی میباشن؟ مساوی میباشن. پس زاویه یک باید مساوی با چند باشن؟ زاویه سه. خب وقتی که زاویه یک مساوی با زاویه سه شد پس در نتیجه میرسیم که اگر دو زاویه از دویشان موازی و هم جهت باشن اینا با هم همیشه چی میباشن؟ با هم مساوی میباشن. بسیار خوب، میرسیم سر رسم بعدی. در اینجا شما ببینید که AB با ED موازی است ولی چی هستند؟ مختلف الجهت هستند. ببینید AB جهتش به طرف راست است و ED جهتش به طرف چی است؟ به طرف چپ است. و همچنان BC اینجا نوشته میکنم به خاطر اینکه شما بهتر بفهمید. AB موازی با ED است ولی چی هستن؟ مختلف الجهت است. نوشته میکنم که مختلف الجهت. حالا میبینیم زل BC زل BC ای هم موازی با کدام خط است؟ با EF. با EF موازی است ولی دو تام چی هستن؟ مختلف الجهت هستن. ببینید ای به طرف پایین است و ای به طرف بالا، ای هم نوشته میکنیم که ای هم با هم مختلف الجهت است. حال رابطه از یک با سه در اینجا هم باید با هم مساوی باشه. به خاطر مساوی ساختن از یا ثبوت از اینا چی میکنم؟ از دار امتداد میدم. مثل که در این ترسیم کردم امتداد دادم در اینجا هم از دار امتداد میدم. ببینین به اینی ترتیب زل بی سی را امتداد میدم. امتداد یافته ای را به شکل نقطه نقطه میگیرم که با زل اصلی زاویه فرق شود. اینه به میترد اینه و این زلام امتداد میتم به این شکل. بسیار ساده و بسیط است. به این شکل یک ذره دیگه امتداد میتم که زاویه برجسته شود. به این ترتیب ایشم امتداد میتم. در اینجا هم ببینین زاویه که تشکیل میشه اینجا زاویه یک و سه است، ایران مثل قبلا زاویه دو مگذارم. حالا اجزا ببینیم بسیار ثبوت از یه هم ساده است. حالا شما برای ما بگین که زاویه یک مساوی به زاویه دو قرار چی با هم مساوی است؟ زاویه یک مساوی به زاویه دو یعنی یکیش به طرف یک طرف خط قاطع قرار داره، دو به طرف دیگه. قرار زوایای چی با هم مساوی باشن؟ متبادله. بسیار خوب نوشته میکنم که زاویه یک مساوی میشه به زاویه قرار متبادله. همچنان زاویه سه مساوی به زاویه دو است. نوشته میکنم زاویه سه مساوی به زاویه دو. این قرار چی با هم مساوی هستند؟ یا به یک طرف خط قاطع قرار دارن. نوشته میکنم اینا قرار متوافقه با هم مساوی هستند. خب عزیزان چون متبادله و متوافقه را شما قبلا مطالعه کردین براتون تدریس شده، خواستن زوایای متبادله را، پس بنان به تفصیل بیشتر ضرورت نیست. فقط در اینجا ما برای شما میگم که در اینجا هم ببینین یک مساوی میشه با زاویه دو و زاویه سه هم مساوی با زاویه دو است. پس طرف راست مساوات با هم مساوی است، پس طرف چپ مساوات با هم چی باشن؟ مساوی باشن. از اینجا نوشته میکنیم که باید زاویه یک مساوی با زاویه چند باشن؟ زاویه سه.
پس این زاویه یک با زاویه سه مساوی است. پس در اینجا هم نتیجه میگیریم که هرگاه دو زاویه اعضاشان با هم موازی و مختلف جهت باشند، این زوایا هم با هم چی میباشند؟ مساوی میباشند. بسیار خوب عزیزا، اینم قدر موضوع درس ما شما بود. فقط ما بر شما طور خلاص درس بر شما پیشکش میکنم. ببینین ما شما خواندیم موضوع زوایای متوافقه، گفتیم زوایای متوافقه هرگاه دو خط توسط یک قاطع قطع شوه، در اینجا 8 زاویه تشکیل میشن که زوایای متوافقه مساوی رو با هم چی میکنن؟ تشکیل میدن. که در درس بس ما مکمل موضوع را البته تدریس کردیم. بسیار خوب، به خاطر اینکه شما بیشتر مطلب درک کرده باشین، تعویض طبق معمول برای شما باید کار خانگی داده شوه. کار خانگی شما صفحه 164 کتاب درسی است که خیلی خیلی ساده است. اینا میره پیش خود چیکنین؟ حل کنین. خب عزیزا، درسی که من برای شما موضوع را پیشکش کردم و برای شما عنوانش را گفتم، این درس شما مطالعه کنین تا به درس بعدی آماده باشین. از توجهتان تشکر. تا درس بعدی که من خدمت شما حاضر میشم، همگی شما را برای پاک میسپارم.